دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید. صدا میکنم. درود بر شما جناب بهبهانی بزرگمهر و بینندگان و شنوندگان بسیار محترمتون. امروز دوشنبه 4 مایه 2020 برابر با 15 اردیبهشت 1399 است. دوستان گرامی، میدونیم که روز جمعه اول مای روز جهانی کارگر بود که بسیار هم خجسته هست. منتهای مراتب من امروز میخوام که بسیار کوتاه سابقه و تاریخچه اساساً فراز کارگر رو از قرون وسطا تا امروز خدمتون عرض بکنم و همچنین مسئله‌ای که وجود داره در حقیقت کارگران امروز با توجه به این بیماری و اپیدمی کرونا ویروس و اینکه بیکاری در حقیقت رنج مضاعفی شده است. این بیماری برای بیکار شدن زنان، به ویژه برای زنانی که تنها سرپرست خانوار هستند، و اجازه میخوام که ابتدا بپردازم به مسئله فراز کارگر در قرون وسطا که اساساً شرط ورود در حیطه سیاسی در قرون وسطا به موجب آدابنامه‌های انگلیسی یک بچه تمایز قاطعی بود بین صنعتکار یا پیشه‌ور و آزاد مرد. اگر صنعتکار یا پیشه‌وری به نحوی توانگر می‌شد که می‌خواست آزاد مرد بشه، باید صنعت یا پیشه خودش رو کنار می‌گذاشت و از شر همه ابزار خانه و منزلش خلاص می‌شد. تنها در دوران ادوارد سوم بود که صنعتکاران و پیشه‌وران به حدی توانگر شدن که به جای اینکه اونها شایستگی شهروندی رو نداشته باشن، اساساً شهروندی منوط و مشروط به عضویت در یکی از اصناف شد. در حقیقت میتونم اینطور بگم که از قرون وسطا تا قرن 15 هنوز طبقه بزرگی از کارگران مزد بگیر یا همون طبقه کارگر به معنای مدرن این اصطلاح، کارگران در حقیقت شماری از انسان‌ها هست که ممکن است از میان اونها افرادی خودشون رو به رتبه اربابان برسونن، اما می‌بینیم که اکثر اونها نمیتونن امیدوار باشن که روزی به موقعیتی چون اربابان دست پیدا بکنن. اما در قرن 14 کار چند ساله در مقام کارگر متخصص تنها مرحله‌ای بود که فقرا باید از اون می‌گذشتن و این در حالی بود که اکثر کارگران به محض پایان کارآموزیشون احتمالاً استادکار می‌شدن. بر مبنای این در حقیقت مواردی که عرض کردم، طبقه کارگر در عصر باستان نه آزاد بود و نه فاقد مایملک و دارایی، و اگر از طریق رسم آزادی بردگان برده به ویژه در روم آزادیش رو پیدا می کرد یا در آتن آزادیش رو می خرید، کارگری آزاد نمی شد، بلکه بیدرنگ یعنی بلافاصله کاسب یا صنعتکاری مستقل می شد که
به نظر میرسه که اغلب بردگان سرمایه از آن خودشون با خودشون به ایام آزادی میبردن تا اون رو در راه تجارت و صنعت به کار بیاندازن و به عنوان یک سرمایه ازش بهره برداری کنن. و بر این اساس همه آثاری که در حقیقت در شرح تاریخ طبقه کارگر نوشته شده، یعنی طبقه ای از مردم که هیچ مایملکی از آن خودشون نداشتن و تنها از کار دستهایشون نان به دست می آوردن و دچار این فرض ساده بینانه هستن کسانی که همواره چنین طبقه وجود داشته باشه، اما ما می بینیم که در عصر باستان حتی بردگان فاقد دارایی نبودن و کاشف به عمل اومده که اون چه کار آزاد برش نام گرفته شده در عصر باستان معمولا شامل کار مغازه‌داران، تاجران، صنعتکاران و پیشه‌وران آزاد می شده. حتی برخی فیلسوفان، اقتصاددانان و جامعه شناسان فرانسوی به این نتیجه رسیدن که کار آزادی وجود نداشته، چون همواره به نظر می رسیده که آزاد مرد خودش به نوعی مالک هستش. به هر روی در قرون وسطا کارگر بودن به معنای مدرن این اصطلاح لفظ در حقیقت مربوط به مرحله موقت در زندگی شخص و یا مثلا مقدماتی فراهم شدن برای ارباب شدن و مردی بوده، یعنی زحمت یا کار روزمزدی در قرون وسطا اساسا استثنا بوده و زحمت کشان یا همون کارگران مثل روزمزد آلمانی یا فرانسوی بیرون از اجتماعات در حقیقت مستقر به سر می بردن و اونها رو با فقرا، یعنی فقرای زحمت کش در انگلستان همسان می دونستن. بنابراین اینها در حقیقت واقعیت هایی هست که هیچ مجموعه قوانینی پیش از تدوین قوانین در زمان ناپلئون بناپارت به زحمت یا کار آزاد اساسا نمی پرداخته. و یا اصطلاح کارگر در ادبیات تاریخ ادبیات فارسی میهنمون هم به شکلی در خصوص کارگر یک تاریخچه ای رو ارائه میده که پیش از عصر مشروطه در شعر و داستان فارسی سخنی از کارگر و یا طبقه ضعیف جامعه به میان نمی اومده، یا تنها به صرف توصیه خیرخواهانه که به حاکمان و اربابان از اونها می‌خواستن تا یک اندکی به رعایای خودشون بیاندیشن تا همپایه های حکومتشون دچار تزلزل نشه و هم در دیار باقی در بهشت برین جای داشته باشن. گروهی از شاعران کارگری که متأثر از انقلاب کارگری روسیه و اندیشه های کارگران اون زمان، نیازها و محرومیت های توده مردم و طبقه کارگر رو موضوع اساسی سروده های خودشون قرار می دادن و دفاع از حقوق محرومان و که اساسا رنجور بودن و چه قالب مزامین آثارشون می شده. به عنوان نمونه ابوالقاسم لاهوتی، فرخی یزدی از برجسته ترین شاعران شهیر کارگری عصر مشروطه به شمار میان و در یک دستبندی اختصاصی تر میشه گفت که سروده های کارگری رو در زیر گروه های با رویکردهای ملیگرایی و یا ناسیونالیستی ترغیب برای زندگی بهتر و یا بهبود شرایط اجتماعی و رویکرد سوسیالیسم محور جای دادن. اما وضعیت کارگران در کشورهای گوناگون از جمله میهن عزیزمون در امروز در حقیقت قرن 21 رو
من مایل هستم که مورد بررسی حقوقی قرار بدم، به ویژه با توجه به این ویروس کرونا که بسیاری از کشورها رو مبتلا به خودش کرده. عرضم به حضورتون که در حقیقت میشه اینطور گفت که محدودیت‌های اجتماعی که به دلیل شیوع ویروس کرونا اعمال شدن در این راه فشار رو بر زنان مضاعف و بیشتر کردن و نه تنها خشونت خانگی بلکه انتظار مردان از زنان هم مشکل آفرین شده، به ویژه زنان آسیایی که از این بابت رنج بیشتری رو متحمل میشن. در حقیقت میشه گفت از زمانی که ویروس کرونا موجب تعطیلی مدارس و کودکستان ها و اماکن عمومی شد، کارشناسان هشدارهای خودشون رو پیرامون تأثیرات روحی و روانی قرنطین یا همون قرنطینه اجباری یا اختیاری رو شروع کردن و توجه اونها به ویژه معطوف به خشونت خانگی علیه زنان و کودکان بود و بسیاری از دولت‌ها هم اعلام کردن که از جمله فرانسه که آمار خشونت خانگی در دوران قرنطین افزایش بیشتری پیدا کرده و همونطور که عرض کردم در فرانسه در هفته نخست اعمال محدودیت خروج از خانه آمار خشونت خانگی تا 1/3 افزایش پیدا کرده و یا به گزارش کمیسیون ملی حقوق زنان در هندوستان که اعلام کرده هفته نخست ممنوعیت خروج از خانه اعلام کرده که آمار خشونت خانگی دو برابر شده و بر اساس تحقیقات میدانی در کشور ترکیه هم که بین 3 تا 8 آوریل صورت گرفته، در این کشور هم خشونت از جانب مردان در خانه افزایش چشمگیری داشته و این پدیده به حدی فراگیر شده که آنتونیا گوترش دبیر کل سازمان ملل به شدت نسبت به اون انتقاد کرده و از تمامی دولت‌ها خواسته که برای جلوگیری از گسترش خشونت خانگی اقدامات لازم رو انجام بدن. حالا این انتظارات همونطور که عرض کردم انتظارات مردان و فرزندان از زنان در حقیقت چگونه صورت میگیره؟ ببینید تنها خشونت خانگی برای زنان مشکل آفرین نبوده است در این دوره، بلکه انتظارات پدران و فرزندان از زنان شاغل خانواده به فشار مضاعفی برای زنان تبدیل شده. بر اساس تحقیقات سازمان بین‌المللی کار یا ELO در سال 2018 زنان بسیار بیشتر از مردان در زندگی مشترک کارهای رایگان و بدون امتیاز مثل پرورش و آموزش طاقت فرسای فرزندان، نگهداری از اعضای سالمند و بیمار خانواده رو انجام میدن. و با توجه به اینکه این سازمان بین‌المللی کار اعلام کرده که تقسیم نابرابر کار در خانواده در آسیا به مراتب بیشتر از سایر نقاط جهان هستش، در بسیاری از این کشورها هنوز هم از زنان این انتظار میره که هم تأمین کننده نیازهای روحی و عاطفی مردان و فرزندانشون باشن و هم روحیه تعاون و ایثار رو در خانواده تقویت بکنن. در حقیقت در این جامعه ها معمولا اگر تنشی در خانواده به میان بیاد زن رو مقصر میدونن. یک ضرب المثل ویتنامی در این خصوص میگه که مرد ساختمان خانه رو میسازه، زن اون رو اداره میکنه.
در اندونزیا هم کمیسیون مبارزه با خشونت علیه زنان از وزارت امور زنان این کشور تقاضا کرده که برای بهبود وضعیت زنان در خانواده ها تلاش بیشتری رو اعمال بکنه و با توجه به اینکه بعد از اعمال سیاست فاصله گیری اجتماعی در کشور اندونزیا که از 16 ماه مارس شروع شد، مدارس و کودکستان ها تعطیل شدند و مسئولیت تدریس فرزندان در بسیاری از خانواده ها در حال حاضر بر عهده زنان خانه هست، زیرا به غیر از جاکارتا که پایتخت این کشور هست که از اینترنت پرسرعت برخورداره، در روستاها و شهرهای دیگر اندونزیا امکانات مجهز دیجیتالی بسیار محدود هستش و این دست از زنان اندونزیا که امکان کار در خونه رو پیدا کردن، در حال حاضر باید در کنار کار رسمی خودشون مسئولیت های سنتی یک زن خانه‌دار رو هم به انجام برسونن. البته همه مردان یک شکل عمل نمی کنن. حتی یک زن هندی که همراه با همسر و پسر کوچکش در دهلی نو زندگی می کنه و مسئولیت یک پورتال اینترنتی فروش املاک رو بر عهده داره، اعلام میکنه که محدودیت رفت و آمد برای زنان شاغل به مثابه 2 شیفت کاری در روز هستش و تاکید میکنه برای اینکه دست کم در دوران خانه‌نشینی اجباری تمامی اعضای خانواده باید در کارهای خانگی سهیم باشن و در حقیقت امور خانواده رو به حیث انجام اون تقسیم بکنید، در حقیقت یک تقسیم کار وجود داشته باشه تا همه اعضای خانواده ضمن اینکه هر یک یک بخشی از اون مسئولیت رو بر عهده دارن، بسیاری هم میتوانن به درستی و با اخلاق و دوستی و مهربانی کنار هم زندگی بکنن. اما در کنار این مسائل، در حقیقت زنان کارگر و سرپرست خانوار هستند، به ویژه در کشور خودمون، که در حقیقت من فکر میکنم که لازمه رفع تبعیض از زنان در حقیقت تحول در بسیاری از قوانین، هنجارها، اعتقادات و باورها، ارزشها، نگرشها، برداشتها، ارکان و ساختارها هستش. بنابراین برابری قانونی اگرچه شرط لازمه اما کافی نیست. اون چه که از نظر من بسیار مهم هستش، برابری واقعی و حقیقی میان زن و مرده، بدون اینکه تفاوت‌های طبیعی اون دو نادیده گرفته بشه. مهم اینه که زنانگی و مردانگی و نقش‌هاشون نباید مبنای بر تبعیض باشه. با توجه به اینکه ما میدونیم که امروزه زنان بسیاری هستن که به دلایل گوناگون از جمله آسیب‌های اجتماعی مثل طلاق، اعتیاد، جنگ، مهاجرت و بسیاری موارد دیگر برای پیدا کردن یک کار خوب یا اینکه در اثر تعدد زوجات همسران خودشون رو از دست دادن، به تنهایی مسئولیت تأمین معاش و اداره مالی و اقتصادی یک خانواده رو بر عهده دارن که در این خصوص حتی اصل 21 قانون اساسی حکومت اسلامی به طور اختصاصی به حقوق زنان پرداخته و دولت رو در 5 سرفصل که جنبه ویژه و اختصاصی داره مکلف به رعایت حقوق زنان کرده، که یکی ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنویش، حمایت مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، اعطای سرپرستی فرزندان به مادران شایسته که البته
این بند رو من بسیار باش مشکل دارم، زیرا به جهت اینکه این شایستگی زنان رو چه کسی تعریف میکنه؟ حد متعارف شایستگی اساساً در چیست؟ آیا صرفاً باید زنان شایسته باشن؟ مردان نباید شایسته باشن؟ همون پدران؟ اینها مسائلی هستش که بهتر است در یک فرصت مناسب و مستقل دیگری به این موارد بپردازیم. و یا ایجاد بیمه خاص زنان بیوه، سالخورده و سرپرست. اگرچه در مواردی که عرض کردم خدمتون، ظاهراً قانونگذار کوشیده که در ایجاد و استمرار شرایط و حقوق برای تحکیم مبانی خانواده با حضور همه اعضا و حتی در صورت فوت یا خروج یکی از اونها، از این میان تحت عنوان خانواده بی سرپرست یا بد سرپرست این رو قلمداد کرده و خواسته که اونها مورد حمایت قانون قرار بگیرن و حتی تشکیل دادگاه ساله رو در امتداد این هدف، در حقیقت رسیدن به این اهداف ضروری دونسته. اما با توجه به این اصل و بندهایی که برای شما عزیزان مشاهده میکنیم که اساساً اصل که یعنی همون اصل 21 با مواد قانون مدنی در خصوص قیومت و وصایت یعنی وصیت کننده در تعارض هست. برای نمونه بند 1 این اصل که بسیار کلی و مبهمه و به نوعی در برگیرنده موارد مندرج در سایر بندهای این اصل و سایر حقوق مادی و معنوی زنان هست که در این اصل 21 مقفول واقع شده. و یا بر حسب بند 2 این اصل از قانون اساسی که مبنی بر حمایت از مادران در دوران بارداری هست، میشه گفت که با توجه به نگاه خاص واضح قانون به نقش مادری و همسری و تاکید و توجه به اون، به نظر میرسه که با تصویب به قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی که مصوب 1374 هست، قانون خدمت نیمه وقت بانوان، مواد متعدد قانون بیمه، رفاه و تامین اجتماعی و قانون کار در حمایت از جنبه مادری که در خصوص به ویژه قانون مربوط به حضانت، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست که اساساً بررسی کارآمدی و یا ناکارآمدی اون نیاز به تأمل بیشتری داره. اما آنچه که مسلم است این که افزایش مرخصی زایمان، افزایش ساعات شیردهی، تعطیلی مهد کودک‌های دولتی و واگذاری اون به بخش خصوصی، کاهش ساعات کار زنان و بسیاری موارد دیگر بیشتر در پی سوق دادن زنان به سمت خانه نشینی و خانه‌داری هست تا تسهیل شرایط برای توسعه مشارکت اجتماعی و اقتصادی اونها. و یا بند 4 اصل 21 در حقیقت ملاک قیمومیت و وصایت مادر رو در صورت نبودن ولی شرعی یعنی همون جد پدری قرار داده، یا در حقیقت جد پدری مقدم بر نقش مادر هست بعد از فرض میکنیم فوت شوهرش. و یا در قانون امور حسبی و قانون مدنی به طور کلی ازدواج مادر رو قرینه بر عدم شایستگی اون میدونه، با توجه به این که صرف عدم ازدواج مادر دلیل بر شایستگی اون نیست. ازدواج مادر هم داله بر عدم شایستگی اون در تمام موارد محسوب نمیشه. و از اینها که بگذاریم، در خصوص بیمه خاص زنان بیوه، سالخورده و بی سرپرست است که در حقیقت بیمه خدمات اجتماعی زنان سرپرست خانوار یکی از مواردی هست که
در سال 1391 از طرف سازمان بیمه به مرحله اجرا رسید، به طوری که در مرحله نخست 200,000 زن سرپرست خانوار از این بیمه برخوردار شدن و یک سری برنامه ریزی های در این باره انجام گرفته بود و قرار بود که به استناد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از محل همون بودجه‌ای که تعیین میشه حق بیمه زنان سرپرست خانوار پرداخت بشه. در حقیقت منظور از این طرح حمایتی بهره‌مندی تمامی زنان خانه‌دار زیر 50 سال در مناطق شهری بوده. اما پرسش من شخصا این هستش که خب تکلیف زنانی که سنشون بالاتر از 50 سال هست و تنها سرپرست خانوار هستن چی میشه؟ با توجه به اینکه این گروه در حقیقت پر جمعیت ترین گروه زنان و بیش از 60% زنانی هستند که تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتن و به موجب قانون در حقیقت از بیمه های اجتماعی محرومند و این در حالی هستش که این بند از اصل 21 قانون اساسی اساساً در خصوص وضع قانون بیمه خاص برای زنان بیوه، سالخورده و بی‌سرپرست است. از دیگر قوانین ناقص در حقیقت جامع و روشن نبودن قانون کار هست، به ویژه در خصوص بی‌توجهی نسبت به دختران خود سرپرست که در قانون به سکوت واگذار شده و هیچ گونه برنامه ویژه‌ای در این زمینه وجود نداره و اساساً برای این گروه خاص یعنی دختران متکفل هیچ حمایت قانونی هم در نظر گرفته نشده و تنها در صورت فوت اونها حقوق و درآمدشون قطع نمیشه و پدر و مادرشون میتونن اون رو دریافت کنن. در حقیقت میتونم بگم که با توجه به این مسائلی که خدمتون عرض کردم تا کنون هیچ آمار تحقیقی و مشخصی در این زمینه نسبت به زنان کارگر سرپرست خانوار وجود نداره. زنانی که خود سرپرست و سرپرست خانوار هستند در بسیاری از مواقع ازدواج نکردن و به تنهایی زندگیشون رو اداره میکنن و برخی اوقات هم دارای فرزند هستن یا سرپرستی پدر مادر خودشون رو به عهده دارن. اما اینکه چه کار میشه انجام داد، راهکار چی هست، من فکر میکنم که در حقیقت اصلاح قانون کار مبنی بر رفع تبعیض پنهان و آشکار نسبت به میزان درآمد و حقوق ماهانه کارگران زن و مرد هست که به موجب قانون ظاهرا برابر است. با توجه به اینکه در مرحله اجرا در بسیاری موارد به زنان تا 1/3 حداقل حقوق به موجب قانون هم پرداخت نمیشه و بعض قانون بیمه زنان سرپرست خانوار هم که مستلزم تخصیص بودجه مشخص از طرف دولت هست تا کنون مورد موافقت شورای نگهبان و اون نظارت استصوابی و همه جانبه این شورا بوده و از دیگر موارد افزایش فرصت‌های شغلی و حمایت از کارگران زن هست. وجود یک نهاد متولی در زمینه اصلاح قوانین مربوط به زنان سرپرست خانوار حقیقتاً از ضروریات است، اگرچه با توجه به وضعیت قانونی در ایران که یک دولتی که همواره طی این 41 سال ناکارآمد بوده و هیچ حرکت درستی رو صورت نداده که از اعتبار و وجاهت حقوقی و قانونی برخوردار باشه و این گروه از زنان در حقیقت تنگ دست در اون جامعه تهی دست بتوانن استفاده بکنن، هیچ اقدامی صورت نگرفته، به ویژه که الان در وضعیت این بیماری مهلک کرونا ویروس هست که در حقیقت مردم از سر لابدی و ناچاری مجبور هستن که
در پی کسب درآمد یا فراهم کردن معاش خودشون باشن و این در حالی هستش که دولت مردان این کشور خودشون در کرانتین هستن و فقط از طریق تلفن و رسانه ها یک سری توصیه ها رو برای مردم ارائه میدن که اساساً در مرحله اجرا هیچ گونه اعتباری برش بار نیستش. و از اینها که بگذری، من فکر میکنم که در حقیقت با توجه به وضعیتی که تاکنون براتون عرض کردم، علاوه از اصل 21 قانون اساسی، اصل 28 همین قانون هم هست که به موضوع اشتغال و تساوی همگانی در تصدی شغلی که فرد به اون علاقمند هست میپردازه و در اون تصریح میکنه، یا در اصل 31 اذعان میکنه که مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی هستش. و این در حالیه که ما میبینیم که بررسی ها نشون میده که سگانه طلاق که بنابر گزارش های دریافتی در هر 16 دقیقه یک طلاق رخ میده در ایران، اعتیاد، حوادث ترافیکی که منجر به فوت مرد میشه، از مهمترین عوامل افزایش زنان سرپرست خانوار در ایران هستش. و از میان جمعیت معتادان ایران هم بنابر اعلام مقامات رسمی 2 میلیون تن هستند که 9.47% از اونها متأهلن، به این معنا که بسیاری از خانواده های دیگر هم در معرض فروپاشی هستند و به طریق اولا زنان سرپرست خانوار بیشتر در راه هستند. و در حقیقت میشه گفتیش که بیمه زنان سرپرست خانوار هم همطور که عرض کردم، با توجه به اینکه امروزه سیستم های بیمه و تامین اجتماعی وظیفه حمایت از خانواده های تک سرپرست رو بر عهده دارن، اما غالبا مبالغی که این سازمان ها به خانواده های زن سرپرست اختصاص میدن بسیار اندک است و عمدتا زنانی که از تحصیلات و شغل مناسب یا حمایت خانواده و اقوام خودشون برخوردار نیستن، پس از فوت همسر دچار مشکلات فراوانی میشن و به ویژه مبالغ پرداختی توسط بیمه تامین اجتماعی برای زندگی اونها و فرزندانشون اساساً کفایت نمیکنه. و همطور که عرض کردم، با توجه به اصول از قانون آینه، قانون اساسی و همچنین قانون بیمه، در حقیقت من فکر میکنم که به نظر میرسه که اگر فرایند مدرن شدن در حقیقت سازگار با فرهنگ سنتی وارد یک جامعه میشه و به تخریب ساختارهای فرهنگی اون جامعه اگر نپردازه بلکه معایب اون رو اصلاح کنه، میتونه آسیب کمتری به روابط انسانی و اجتماعی در اون جامعه وارد کنه. با توجه به اینکه امروز ما در شرایطی قرار داریم که بنا به دلایل گوناگونی که عرض کردم خدمتتون، با خانواده تک سرپرست بیشتر مواجه هستیم. افزون بر تأمین مالی و اقتصادی خانواده های زن سرپرست که در حقیقت نیازمند توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی هم هستند، این توانمندسازی میتونه در زمینه تحصیلات، اشتغال و سرمایه های اجتماعی باشه، چون عمدتا این زنان نیازها رو ندارن. به
حاضر هیچ گزارش دقیقی از میزان بیکاری که نشأت گرفته از بحران کرونا در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران هست منتشر نشده. حتی سخنگوی دولت چند روز پیش از این در یک یادداشتی که در اختیار رسانه‌ها قرار داده بوده از بیکاری و اخراج میلیون‌ها تن از کار به دلیل شیوع ویروس بیماری کووید 19 خبر داده. ایشون اعلام کرده که در حال حاضر نزدیک به 3.3 میلیون تن از شاغلان رسمی کشور به طور مستقیم در معرض آسیب قرار گرفتن. بیش از 1,500,000 تن هزار کارگاه رسمی و غیر رسمی دچار توقف فعالیت شدند. 4 میلیون شاغل غیر رسمی در کشور در معرض توقف یا کاهش فعالیت کاهش دستمزد و اخراج هستند. 12 میلیون کارگر در بخش خدمات مشغول به کارند و آثار اولیه بیکاری در 10 رسته‌ای که بلافاصله با شیوع بیماری دچار تعطیلی شدن اساسا آشکار هستش و آمارهای مرکز آمار ایران هم نشون میده که تا پایان تابستان سال 98 از جمعیت 23,435,000 تن شاغل در کشور 19,515,000 تن رو مردان و تنها 3,930,000 تن رو زنان تشکیل دادن. این یعنی سهم زنان از بازار کار ایران حدود 18% است که تعداد زیادی از اونها زنان تنها سرپرست خانوار هستند. و از داده های دیگر مرکز آمار اینطور بیان میشه، نشان داده میشه که از تعداد شاغلان در ایران تا پایان سال 98 1,315,000 تن کاسته شده که از این تعداد حدود 145,000 تن اونها زنان هستند. و روشنه که زنان ایران در بازار رسمی اشتغال اساساً جایگاه حداقلی دارند و بنابراین اغلب جذب بازار غیر رسمی کار میشن. اما اون چیزی که تا کنون اشتغال زنان رو در بازار غیر رسمی دچار ابهام کرده همین مسئله بحران همگیر و گسترده کرونا ویروس هست که در حقیقت اخباری که این روزها از ورشکستگی یا زیان بسیار فاحش بنگاه‌های اقتصادی ایران در بخش‌های دولتی و خصوصی منتشر میشه حاکی از این هست که برخی کارفرمایان قصد دارن بخشی از ضرر رو با کاهش نیروی کار انسانی جبران کنن و این احتمال زنگ خطر رو برای زنان کارگر و کارمند بیش از پیش به صدا درآورده. اگرچه دولت ظاهرا وعده داده که به شاغلانی که به علت کرونا ویروس کارشون رو از دست میدن بیمه بیکاری پرداخت بکنه، اما این بیمه بنا به دلایلی شامل زنانی نخواهد شد که از دست فروشی در مکانهای مختلف امرار معاش میکنن، یعنی از طریق دست فروشی، و این در حقیقت شغلهای کاذب و مقطعی. حتی بخش قابل توجهی از زنان کارمند و کارگر هم که به هر حال قراردادهای معتبر و رسمی ندارن و به اصطلاح به صورت توافقی مشغول به کار شدن هم شامل بیمه بیکاری نمیشن و برخی مشاغل مثل منشیهای پزشکان، کارگران خدماتی، کارمندان دفاتر خصوصی که در بسیاری موارد ماهیانه حتی زیر 1,000,000 تومان حقوق میگیرن و بیمه هم نیستن، طبیعیه که در این وضعیت
عادی که در حقیقت کرونایی هم در کار نبوده، وقتی یک منشی پزشک اعتراض بکنه که یقینا به راحتی اخراج میشه و یک نیروی جایگزین دیگری رو در حقیقت به جای ایشون میارن، در حقیقت نشان میده که وضعیت این زنان طبیعی هستش که با توجه به وجود این بیماری کرونا ویروس بسیار سخت‌تر میشه و حتی دستمزدهای غیر عادلانه و شرایط کار هم افزون بر اون تفاوت‌ها و تبعیض بین دستمزدها نسبت به زنان و مردان برای یک کار مساوی به درجات مختلف درسته که در بیشتر کشورها وجود داره، اما این آمار در برخی کشورها از جمله ایران ناعادلانه تر هستش. نوع تبعیض در دستمزدهای زنان و مردان در بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و دولتی طبیعی که متفاوته. در برخی از مراکز دولتی بخش‌هایی از دستمزد مثل حق عائله‌مندی، حق جذب و اضافه کاری، حق مأموریت و غیره و دریافتی زنان کمتر از مردانه و در بخش خصوصی هم دستمزد مردان بیشتر از زنان هست، که این تفاوت در مشاغل غیر رسمی طبیعیه که چشمگیرتر و فاحشه. مثلا در برخی کارگاه‌های تولیدی حقوق کارگران زن و مرد برای یک کار مساوی تفاوت زیادی داره و همچنین فشارهای اقتصادی سالهای اخیر زنان رو وادار کرده که به مشاغل بدون بیمه و حتی با حقوقی کمتر و در مواردی نصف حقوق تعیین شده از سوی اداره کار تن دهند. و میدانیم که سالهاست که اوضاع نیروی کار در ایران مناسب نیست و بارها تشکل‌ها، فعالان مدنی و کارگری به پایین بودن حقوق و دستمزد نیروی کار اعتراض کردند و اعلام کردند که حتی در صورت رعایت حداقل حقوق و مزایا باز هم حقوق بگیران با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه خواهند شد. با توجه به اینکه بحران کرونا و در پی اون بحران اقتصادی در کشور و بالا رفتن آمار بیکاری و به نوعی اقدام برای جبران ضرر و زیان از طرف کارفرمایان، احتمال کم شدن دستمزدها در برخی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و کوچک طبیعیه که دور از ذهن نیست و احتمال اینکه در این زمینه زنان باز هم بیشتر از مردان متحمل آسیب بشن بیشتره. بسیاری از زنان که مساوی یا حتی بیشتر از برخی از همکاران مرد خودشون کار میکنن، اگر در این وضعیت بحرانی کرونا یا هر شرایط مشابه دیگری مثل تعدیل نیرو یعنی اخراج کردن، کم کردن حقوق و بدون بیمه کار کردن باشه، طبیعه که این زنانن که در صف مقدم قرار گرفتن و از طرف دولت و نهادهای مسئول هم حمایت خاصی نمیشن. بنابراین در اوضاعی که زنان به شدت برای امرار معاش به شغل نیاز دارن، لازمه که یک سری تمهیدات بسیار مؤثر رو برای این زنان قائل بشه دولت و شرایط برای باقی ماندن اونها در بازار کار رو فراهم بکنه. و از اونجایی که کمتر از 10% هزینه تولید برای پرداخت حقوق و دستمزد کارگران صرف میشه، بنگاه‌های اقتصادی و دولتی میتونن با کاهش دیگر هزینه‌های خودشون امکان تداوم اشتغال رو برای کارکنان زن تأمین بکنن، که امیدوارم به همین ترتیبی که صرفاً بیان کرده اند در مرحله اجرا اون نتیجه مطلوب حاصل بشه و زنان ایرانی به ویژه زنان تنها سرپرست خانوار
بیش از پیش این رنج بی پایان رو متحمل نشن. سپاسگزارم از شما جناب آقای بهبهانی بزرگوار و شنوندگان و بینندگان گرامیتون که به این برنامه توجه داشتید.